درود به شما عزیزان. زمانی که شهره لرستانی خبر تطبیق جنسیتشون رو رسانه‌ای کردن، برای یکی از همکارانشون اتفاق جالبی افتاد و به خاطر تشابه اسمی خانم شهره سلطانی پیام‌های زیادی رو به اشتباه دریافت کرد که باعث واکنش ایشون شد. شهره سلطانی یکی از بازیگرانی هست که در زندگی ماجراهای عجیب و غریبی رو تجربه کرده. چندین بار دماغ شکسته و عمل جراحی داشته و به یک بیماری به شدت سخت هم مبتلا شد که ممکن بود خدای نکرده جونش رو هم از دست بده. ماجرای ازدواجش هم جالب بود که در ادامه ویدیو خواهیم دید. اما او در یک استوری نوشت: دوستان، والا به خدا من شهره سلطانی هستم. سوالهاتونو از پیج و شخص دیگه‌ای باید بپرسید. همکار محترم من که الان آقای مازیار یا ودود لرستانی هستن و قبلن شهره لرستانی بودن، کس دیگه‌ای هستن. من خود شهره سلطانیم و شما سالیان ساله که منو اینطوری دیدین و تا آخر همین هستم. دایرکت من در حالت انفجار تقریباً. در آخر برای ایشون آرزوی سلامتی و آرامش و روزهای خوش دارم. البته خانم شهره سلطانی از دوستان نزدیک مازیار لرستانی هست و اتفاقا ایشون یکی از اولین نفراتی بود که به مازیار لرستانی تبریک گفت. شهره سلطانی 14 بهمن 1348 در بجنورد به دنیا اومد. ورودش به تئاتر و تلویزیون هم جالب بود. او در هنرستان رشته موسیقی رو انتخاب کرد و در دانشگاه آزاد رشته موسیقی رو ادامه داد و لیسانس گرفت. اما از 18 سالگی وارد تئاتر شد. در 22 سالگی هم در فیلم روزی روزگاری به ایفای نقش پرداخت و از شبکه 1 در قاب تلویزیون خودش رو دید. او 10 سالی هست که ازدواج کرده. همسرش سابقه کارگردانی تئاتر داشته و از همین طریق با هم ازدواج کردن. بهروز پناهنده و شهره سلطانی در ماجرایی بدون حاشیه و مابین دو پلان که شهره سلطانی کارگردانیش رو بر عهده داشت عقد کردن و این زندگی بی حاشیه ادامه داره. شهره سلطانی گفته: سالها پیش قوز بینیمو برداشتم. یه بار شکسته بود، اما فارق از اون شکستگی اعتماد به نفس منو پایین آورده بود. بعد از اون دو بار دیگه بینیم دچار شکستگی شد، اما عمل مجدد انجام ندادم. یکی از عکس‌های جالبی که خانم سلطانی از خودش منتشر کرد این عکس بدون آرایش هست. او نوشته: این منم، شهره بدون آرایش و رنگ. عکس بدون فیلتر و نقاب و صورتی در پس زمینه تصویر که لکهای روشن داره و کمی زیر چشمها سیاه و گود. بینیم رو سال 74 عمل کردم به طبیعی ترین شکل ممکنش به خاطر نقصی که داشت. هرچند تصادف سال 78 آغازی برای کج شدنش بود تا امروز و من از حراس بدتر شدنش دیگه کاری با اون ندارم. موهام از ریشش به مرور سپید میشه و هر بار در آینه مینگرم یک تار مو بیشتر به سپیدی نزدیک شده که اگر در پس پشت رنگ ها پنهانش نکنم همینی میشه که میبینید. بدیهیست از اولین مرتبه که از قاب تلویزیون مهمان خونه هاتون شدم، جز عشق و دلدادگی شما در این 30 سال خطوط و افتادگی صورتم هم بیش از پیش شده. مشقت و تجربه های زیستن در پس پشت این همه سال در چشم هام، در پیشانی نوشتم، مانند خورشیدی پیداست که گاهی اگر ابری هم باشم همینم که میبینید. گاهی علاقه دارم مانند همه شما با آرایه و فیلتر عکس هام رو زیباتر کنم. من هرچی هستم در نهایت زنم و زن در جستجوی هزار توی زیباست. هرچند هر چه کنم خورشید دیده می شود و ذات و حقیقت پشت نقاشی ها پنهان کردنی نیست. دوست دارم منو اونطور که هستم بشناسید، اونطور که واقعا هستم بپذیرید.
با همین ظاهر معمولی، با همین چین و شکنها و افتادگی صورتم. او به یک بیماری بسیار سخت هم مبتلا شد. خودش گفته بیماری من ناشی از ضعف سیستم ایمنی بدن بود که عوارض دیگه‌ای رو هم برام به بار آورد. در این بیماری بدن به خودش حمله میکنه و سلولها رو نابود میکنه. وقتی سیستم ایمنی بدنم دچار اختلال شد، با کمبود همه ویتامین‌ها مواجه شدم، به خصوص ویتامین‌های گروه B. احساس خستگی مفرط و اضافه وزن داشتم. ریزش موی شدیدی رو هم تجربه کردم. مشکلات تنفسی هم همراه این بیماری برام به وجود اومد و زبان و حلقم متورم شد و راه گلومو بست. مشکلات گوارشی، اختلال در عملکرد تیروئید و البته کمخونی هم عوارض دیگه‌ای بود که در من به وجود اومد. این بیماری باعث شد 9 ماه خونه نشین بشم و از دنیای بازیگری فاصله گرفتم. من که از نوجوانی فعالیت کرده بودم، برام خیلی سخت بود که اینقدر منزوی بشم. همین عامل باعث شد استراب بیشتری هم به سراغم بیاد. تورم زبان و حلقم باعث شده بود صدام دیگه در نیاد. به راحتی نمیتونستم صحبت کنم و شاید باورتون نشه، بعد مدتی لکنت زبان هم گرفتم. به علاوه چهرم تغییر پیدا کرده بود و چاق هم شدم. در نتیجه دچار شوک فشار روانی شدم و همه اینها باعث افسردگی شد. روزهای سختی رو گذروندم. هنوز به طور کلی از این بیماری خلاص نشدم، اما معتقدم تقویت روحیه میتونه روند بهبود رو سریع‌تر کنه. تصمیم گرفتم خوب باشم و همین کار رو هم کردم. اگرچه پروسه طولانی رو پشت سر گذاشتم تا دوباره احیا بشم، اما به عشق مادرم، خانوادم و مردم با این بیماری مبارزه کردم تا دوباره بتونم به زندگی عادی برگردم. جالبه بدونید که من هرگز اهل خوردن غذاهای فوری و پرچرب نبودم. قبل از بیماریم خیلی اهل ورزش بودم و حتی به اتفاق برخی از دوستام عضو تیم والیبال هنرمندان بودیم و به شکل مرتب ورزش می کردیم. اسکواش رو هم خیلی دوست دارم و در حال حاضر و بعد از بهبودی این ورزش رو دنبال می کنم. البته ما بچه های تئاتر از همون ابتدای کار و دوره آموزش تئاتر ورزش رو شروع می کنیم، چون بخشی از یادگیری تئاتر تمرینای بدنیه. قبلا سوارکاری هم می کردم، اما از وقتی علاقم به حیوانات شدت گرفت احساس کردم که این ورزش رو دوست ندارم، چون در اون مجبوریم به اسب‌ها ضربه بزنیم که قطعا باعث اذیتشون میشه. در حال حاضر ترجیح میدم اسب‌های آزاد رو ببینم. یکی از آرزوهای من اینه که مردم دنیا به سمت گیاهخواری رو بیارن. رژیم گیاهخواری اگه به شکل درست و زیر نظر متخصص تغذیه باشه بسیار رژیم مناسبیه. به نظر میرسه رژیم خانم شهره سلطانی بسیار منعطف و مناسبه. او فقط باید مراقب کمبود ویتامین B12 خودش باشه. کمبود این ویتامین 5 تا 7 سال بعد از گیاهخواری آشکار میشه و میتونه موجب کمخونی، اعصاب ضعیف و موارد زیانبار دیگه‌ای هم بشه. در حال حاضر برخی از گیاهخواران رژیم منعطف‌تری دارن و ماهی 1-2 بار هم فراورده‌های حیوانی و گوشتی رو مصرف می‌کنن. نظر شما چیه؟ لطفاً در قسمت کامنت‌ها بنویسید و اینکه لطفاً بگید طرفدار خانم شهره سلطانی هستید. ایشون در فیلم‌هایی مثل ترش و شیرین که ساخته رضا عطاران هست، همین اواخر پلاک 13 که از شبکه 3 پخش می‌شد و تعداد قابل توجهی سریال و فیلم سینمایی هستند. البته در دهه 90 خیلی کم کارتر شدن که دلیلش هم بیماری ایشون بود. از کامنت ها و لایک شما عزیزان متشکرم. لطفاً عضو کانال بشید و دمتون گرم به خاطر همه محبت های شما.